سلام بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز دوتا مهمون خفن و باحال داریم، نیکیتا و شریم عزیز. قراره که یه گفتگوی خودمونی و راجع به حواشی و کلن آلبومی که فکر کنم دو هفته پیش منتشر کردن صحبت بکنیم و یه سری صحبتهای باحال و فان و چالشی. سریع بریم و بیایم و این ویدیو رو با هم شروع کنیم. چطورید بچه ها؟ خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. سلام. سلام به شما عزیزان جان. بفرمایید نکیتا. سلام. من یه بار اومدم نپرم وسط حرف. نمیشه. من عذر میخوام. یعنی دو سال گذشت. برو عزیزم نکیتا جان. سلام عزیزای دل. سلام مستر سلام شیر جونم. بفرمایید شیر. شما الان بفرمایید. تعارف ایرانی دیدین؟ سلام سلام. بفرمایید. سلام. یه رو اول سلام بپرسید. بابا من میخوام برم خونه. Like I prepare myself یه ساعت قبلش. Please دیگه الان باید بریم که یه ساعت بعد بگیم خدافظ. سلام به همگی. سلام. من صدام نمیاد. آها چون دورم چیز نبود. چی شد؟ سلام دیگه. خوش اومدین به ویدیو ما. خوش اومدین به ویدیو شما. و این یه lovely evening night هست. شما خیلی چیل و راحت نشستید. امیدوارم که شما هم حال کنید دیگه. اومدید بخندید و شاد. 100% فکر کنم که از بهترین اینتروی ویدیویی بود که تو چنل زدم تا. خب بیا راست بریم سر سوالا. اولین سوالی که دارم میخوای از شری جواب بده، بعد نیکیتا هم میتونه کامل کنه حرفا رو. از کجا همدیگه رو شناختیم و چی شد که این شناختنه اومد تا حتی تونستیم مثلا بیشتر با هم همکاری کنیم و بعدش حتی یه آلبوم با هم دادیم؟ خب این سوالو تقریبا ما خیلی بیشتر، یعنی بیشتر موقع جواب دادیم، ولی خب باشه این سری، یعنی بیشتر موقع فکرام نیکیتا جوابش داد، الکسی من جوابش میدم. و قضیه از این قراره که حالا من و نیکیتا با هم دوست بودیم توی اینستاگرام و کارهای حالا همدیگر رو فالو میکردیم و حالا لایک میکردیم، یعنی لایک واقعی نه الکی لایک هاست. بعدش دیگه حالا این تاچ شدیم. نیکیتا به مسیج داد، بعد گفت what do you think اگه بخوام یه دونه کار ببندیم و اینا. بعد که با هم دیگه بیشتر صحبت کردیم دیگه نیکی بگو بقیه شد دیگه. کجا بودی؟ نه من فقط با اینو اد کنم که من اکچولی چرا به شری نوشتم، یکی از کاراش بود که اسمش بود چشروم، نه لاتینو لاف بود که ریلیز کرده بود. اولش چشروم ازومه فکر کنم ریلیز کرده، یا کدومش اولش ریلیز چشروم ازومه. آره که اونجا اینجوری شدم او Who's this bitch؟ چقدر خوبه، چقدر باحاله و فاینلی یه دختر ایرانی که یه سبک باحالی داره میخونه، نه دامبولی شیشو هست، که به من جور شدم اوه چقدر باحال. حالا از اونجا من شروع کردم شری رو فالو کنم، یعنی فالو زدم و شروع کردم لایکش کنم اینا. خیلیم خوشحال بودم که یه آهنگ سکسی ناب از یه دختر ایرانی. بعد آهنگ لاتینو لاو هم که داد بیرون بیشتر اینجور شدم Oh, this girl knows what she's doing. I really like this. که بعد باش تماس گرفتم، گفتم شت من واقعا دوستم، خیلی دوستم با تو کار کنم، بذار یه آهنگ با هم درست کنیم، اگه خوب شد ریلیسش میکنیم و ببینیم چی میشه. اما یه آهنگ شد یه آلبوم، اصلا یه آهنگ شد عشق، لاف، everything. آره واقعا یه پروژکت بزرگ که یعنی خیلی معنی داره واقعا برامون. بیبی مونه قشنگ. آره و بیبی. پس بیشتر چیز، یعنی با یه دوستی مجازی میشه بگیم شروع شد تا بعد یه رابطه رفاقتی خفن و کاری اینا. یه حاشیه‌ای بود توی اینستات فکر کنم شری گفته بودی که با دکتر دری قراره که اجرایی داشته باشی، بعد چی شد؟ کنسل شد؟ موکول شد به بعدن؟ ببین نمیدونم خبرها رو شنیدی یا نه، وین در واقع لاکداون شد همین چند وقت پیش. یعنی من واقعا قلبم داشت از جاش در میومد. ببخشید نمیدونم انا فوش که نمیشه داد اینجا، اصلا قشنگ در اون حد پاچیدم. به من یه در واقع با اکس دکتر دری که یه جوری آرتیستم هست، در واقع دوستم، اسمش هم شری هستش، حالا یه جوری دیگه نمیشه. آره بعد این یه آهنگی داره که حالا بعدا بذار تو ویدیو اگه خواستی، تیکشو خیلی فیمس هستش و خود دکتر دری هم روش کار کرده و خلاصه. و من خب چند بار با اینا تو استودیو بودم و چند وقت پیش، بعد شری رفت آمریکا و دیگه این سری که در واقع بعد از ضبط آلبومش یا چند تا ترک اونجا بست برگشت و خلاصه اینا تصمیم گرفته بودن که یه شو خیلی خفن بذارم و سپورت برای آرتیستای اینجا باشه، کسایی که حالا اینجان و حالا به هر که هست، به هر معرفی که هست. آره
این کار رو انجام میدم. بعد که من دعوت کردم من اصلا اینجوری بودم without Nikita no way. هیچی، خلاصه همه چی رو فیکس کردیم، هتل رو نمیدونم، تیکت نیکیتا رو خودش گرفت و اینا. سو اصلا همه چی لاکداون شده. بعد میدونی لاکداون هم میشه بعد 2 هفته بعدم میان اضافه میکنن، چون 40% اینجا واکسن نزدن and unfortunately اینجا باز نیست. چه فرصت طلایی بوده که خودی پر. I can't believe it. نه واقعا اصلا. بعد آها اینم the funny part is that واقعا یعنی ویانو فکر کنم الان برلین جرمنی یعنی آلمان هم دارن میبندن همه چیزا. آره خیلی فقط... عجیبه. آره فقط ویانه یا فقط استریا هست، جرمنی، ولی همه کشورهای دیگه بازه به جز این دوتا. شانس ما واقعا قسمت نبوده دیگه، قشنگ اون قضیه قسمت هست. این ویان به خاطر اینکه خود مردمش ضد واکسن یا این که چیه داستان؟ آره اون 40% در واقع ضد واکسن. بعد حالا من دلم خوش بود نیکیتا میاد اینجا حداقل یه کارهای دیگه میکنیم، کلی اشغال میکنیم، اونم لاکدان. اصلا کلا نمیشه هیچ کسی بیاد تو. بریم سر سوال بعدی. بالا بالا که فکر کنم یه چکی بود که قبل از آلبومتون دادین دیگه، درسته؟ قبل از اینکه ریلیس بشه که یه پروموی دادیم، اون فکر کنم 3-4 ماه پیش بود که ورژن خیلی فرق داشت با ورژنی که در واقع ریلیس کردین توی خود آلبوم. داستانش چی بود؟ قرار بود اون ورژن باشه یا اینکه عوضش کردین؟ Do you want a real story or do you want a fake one؟ شفاف سازی. تو اون داستان رو بگو، چون basically it was start from your idea. ولی من فقط میتونم بگم که همیشه هر وقت توی آهنگی کرییت میکنی 100 بار میتونه چینج بشه تا به فینال برسه. 100%. یعنی مثلا یه بیت یادم میسازه، بعد این بیته که ما روش خوندیم یه بیتی بود که ما مثلا پیداش کرده بودیم، like بیت یوتیوبی بود، خیلی هم خوشمون اومد ازش. که بعد هر وقت آهنگ تموم شد، یعنی لیریکس و تکست و همه ملودیا تموم شد، گفتیم ما که به نظرمون یه بیت خیلی چیزتر، سفت‌تر و محکم‌تر و هیپ‌هاپی‌تر باشه که شد بالا بالا امروز. ولی پس شفاف اون ویژن ولی شفاف آره. سازی قبل شفاف سازیه اون بیتی که میگن اول، اون پرومویی که دادین رو اون بیت اولیه بود یا رو همین بیت اولیه بود؟ آها. ببین قضیه از این قرار بود که من این آهنگو خیلی وقت بود نوشته بودم و اصلا خیلی وقت، یعنی تیکه کورسش مثلا 3 سال پیش نوشته بودم، مثلا قبل از اینکه با هم بخوایم آشنا بشیم. بعد گذشت و من دیگه نشد که اونا کار کنم. بعد با نیکیتا شروع کردیم کار کردم و اصلا یه دونه آهنگ اون میگم شد یه آلبوم. میخواستیم توی پروژه خیلی سفت و محکم با هم بریم جلو، زیاد تکی تکی ترک ندیم. میتونستیم تو این تایم هم زیادی تکی ترک بدیم، ولی گفتیم یه شکل پروژه بگیره به خودش و یه برند سازی بکنیم که دخترها در کنار همن و اینا. حالا خلاصه من میخواستم این بالا بالا یه فینال باشه برای این آلبوم، در واقع که فینال سینگل ریلیسمون هم بود دیگه. و ببین حالا این وسط پیش اومد و فرستاده شد این ترک این ور اون ور، و حالا اصلا از یهو یک جایی در اومد که میدونی یعنی چی که فرستاده شد. مگه اصلا دست خودتون نبود پروژه یا دست تیم؟ مگه نبود؟ آره ولی دیگه همین دیگه تیمای نقطه باز یه تیم نقطه باز تیم باز شد موش بود تو تیم. نه نه تیم باز بود، تیما تو همه یه جورایی. آها تیما تو هم بوده. اوکی. آره تیما تو همه یه جورایی، بعد یه جور دیگه در اومد. بعد ببین من خیلی حرسم گرفته بود، بعد حالا این وسط یه دعوایی هم با نیکیتا داشتیم و اینا، بعد با هم دیگه دوباره آشتی کردیم 2 دقیقه اینجوری کردیم با هم دیگه. میدونی چیه اینو همین الان میدیم بیرون اون که کسی فکر نکنه که مثلا اینو میتونه بزنه تو گوشش. عجله بود. بعد میرم تو ستوری میبینم ببخشید پرهام، نباید بگم پشمام، پرهام ریخ. گفتم او مای گاد این همون کلمه هایی که ما داریم استفاده میکنیم تو آهنگ چجوری پیش میاد که واقعا به همون شکلم داره میخونه. 2 ماه يعني... بعد از ارسال ترک قشنگ بایستان، یعنی نه تنها بیته بلکه حتی ملودیات و تکس هم چیز بوده؟ نه بیت نه بود. ملودی و تکس آهنگ یه جورایی. اوکی. بعد دیگه ما یه ورژن عجله‌ای گذاشتیم بیرون دیگه، گفتیم فاکت اون پروموه بود ما میذاریم بیرون، ما دوست داریم بالا بالا بدیم، الان دوست داریم پرومو. بعد این وسط نفوذیه رو فهمیدین کی بود؟ کی لو داده بود اون وسط بره؟ نو خب you can guess ولی حالا ما همونجوری نیستیم که
ما اسم بگیم. دیگه ولش کردیم. آره گفتیم بذار بره. It's okay. برای این دفعه پروژه بعدی 100% این کار نمی کنیم. نه این ماره برای سوال بعدی که عجیب ترین شایعی که راجع به خودتون شنیدین چی بوده تا حالا؟ مثلا وقتی مثلا چونم میرین توی اینستاگرام میبینین مثلا از این پیج اکسپلوری مثلا نشتن نیکیتا فلان مثلا شری فلان خودتون این پشمام این دیگه چیه؟ اون دورانی که من تو استیج بودم که اصلا هر هفته میدونی که آدم مثلا یه هفته تو اینترویو آدم مثلا از یه کسی صحبت میکرد یا من مثلا با بابک سعیدی پرودوسر من بود منتور من بود و مثلا هر هفته من با یکی ریلیشنشیپ داشتم با بابک بودم یه هفته با آقا سندی بودم یه هفته با نمیدونم کیکی بودم و مثلا اینجا بودم اوکی ولی فانی ترین چیزی که شنیدم و دیدم و خوندم این بود هر وقت من چون من حامله شدم من مثلا تو سوشل میدیا نشون ندادم که من حامله بودم و به خاطر خیلی دلیلا ولی مثلا بعد هر وقتی نینی اومد ریبل بورن when she was born basically people were like نیکیتا که ازدواج نکرده مگه چی بود حضرت مریمه was like بابا حضرت مریم مگه آدم باید ازدواج کنه که بچه دار بشه حالا من خیلی با پرایوت لایف عشق و اینا خیلی من چیزم یعنی نمیذارم بیرون چون it's my life موزیک و رقص و هر چیزی که با آرت من هست همه رو اینجوری میذارم مال شما آره ولی فامیلی و اینا یکم بیشتر پرایوت هستن برای همه خیلی برای همه خیلی شوکه شده بودن ولی واقعا داستان خیلی عجیب میخوندم و میشنیدم عجب داستانی بوده من یه تایمی و اوایل که حالا فیس همو نشون نمیدادم و اینا که هیچی داستانی داشتیم یه مدل زمان ایران بود درسته شریم. آره اون یکی میگفت من شریم اون یکی میرفت از اون پول میگرفت اینا که اصلا خیلی زایا و داغون بود سر همینم رفتم تو ویدیو بازی کردم و داستان شد دیگه خواهر ولی الانم بیسیکلی یه جورایی everyday تو نیکیتا با همین شما دوتا با هم لسبیانی مغزای مریض عجب چه میدونم فرهنگی عاطفا سوال بعدی من همین بود یکم یه کاری که شما نیکیتا میکنین اینه که تابو شکنی هایی میکنین که توی موزیک حالا فارسی کمتر میکنن رپر یا آرتیست ها همون هم اینه که مثلا موزیک ویدیو هایی میدین که شاید حالا به اصطلاح خودمون بخوام بگیم میان لباساشون بازتری مثلا لوکیشن های عجیب غریب میرن و اینا احتمالی که من میدم احتمالا خیلی کامنت های مثبت و منفی هم ازش گرفتی خواستم ببینم که اذیتتون نمیکنه یا اینکه پوستتون کلوف شده به قول معروف خیلی کلوف شده ولی یه چیز جالب هم هست یه لایه زیری هم داره آدم میرون اونجا رو بگه ها نه اوکیه مخاطب من خودشون پسشون کنم بذاری تو حساب فارسیه نیکیتو ولی ببین یه لایه زیری هم داره کلن این که یه وقتای مثلا من ناراحت میشم یا یه وقتای نیکیتا ناراحت میشه و خیلی همین دقیقا دوتایی بودن خیلی خفنه برای این که کمک میکنی. یاداوری میکنیم به هم دیگه که مثلا فلان چیزی ها بیسن ولی هیچ وقت باعث نشده که مثلا تصمیمتون عوض کنین راجع به نوع موزیک ویدئوهاتون ببین حتی یه لحظه هم که بخوای عوض کنی لحظه بعدش دوباره برمیگردی به همون بعد از اصلا بیشتر کارتون از آونگ میدین دیگه از خود آونگ لیمیتیشن واسه تون نمیذارن هیچ وقت نه ولی یه چیز جالب نیکی بگم بالا بالا رو محدودیت های بالا اصلا او مای گاد یعنی آره واقعا اگه این قضیه نبود من فکر کنم بالا بالا خیلی اصلا منفجر میشد یا میرفتیم دور میله بالا 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 ببین اکچولی من نیکیتا میخواستیم که در واقع تو یکی از ویدیوهامون پول دنس داشته باشیم بعد یه ها پیش اومد اسپانسر گرفتیم برای بالا بالا و خیلی دیگه به خاطر کشوری که توش بودن خیلی نمیتونستن که چیز باشه بعد همینم انقدر اینجوری ناراحت بودم با اصلا کشوری که موزیک ویدیو رو ریکورد کردین؟ نه کشوری که ازش سپانسر بود آها ایران بود یعنی یا نه دوبای آها اونم نذاشتن چون برای اسلامی بود آره بعد آردی همینم یه جورای خیلی جاشو برام مثلا اسکرین شات میگرفتم اینجا موزیک ویدیوی بوم بوم رو دیده بودن بعد موزیک ویدیو بوم بوم حالا به نظر من اونقدر سکسی نیسته بابا 10 تا دختر با لباسای خفن دنس خفن اونجوری به نظر من
اون اصلا اونجوری سکسی نیست، ولی اون شخص که تو خارجی، تو خارجی. آره من خارجی. اون شخص که ویدیو رو دید که مثلا میخواست تصمیم بگیره اگه اسپانسر بشه نه، اصلا شوکه شده بود، گفت اینجوری ویدیو درست نکنن ها، این موقع ما نمیتونیم اسپانسر بشیم. سکسیه که ما گفتیم اوکی پس ما یک کمی پوشیده تن هستیم و اینا، ولی هنوزم هر وقت ویدیو درست شده بود براشون فرستاده بودن باز اینجوری شده بودن. سینای نیکیتا اونجا خیلی اینجوریه. کارگردانی اون ویدیو هم خودت کردی نیکیتا درسته؟ مال بالا بالا نه، ولی بوم بوم میاد. بوم بوم دارم میگم بوم بوم. بله. یعنی اگه مثلا یه اسپانسری داشتین که اوکی بود، مهم نبود که مردم چی میگن، کارت خودتون رو میکردین. 100%. یعنی در آینده اسپانسری اگه ویدیو رو میبینه برای پروژه‌های بعدی نیکیتا آشری، برین تو کارش. من مثلا یک حرفی میخوام بزنم فقط به همه، واقعا همون کاریو بکنید که واقعا دلتون میخواد. That's the right thing to do. اصلا به غیر از اون بقیه راه ها چرت و پرت محصه. تمام شد رفت. خب سوال بعدی اینه که سه تا کار خود من بهش ریاکشن رفتم، هر سه تاش اسمش دوتایی بوده، بوم بوم بالا بالا چیکا چیکا، چرا چرا؟ از قصد اینجوری نشده ها، یعنی واقعا ما هر وقت آهنگ کرییت میکنیم، حالا بوم بوم فکر کنم از من بود شری مگه نه، یعنی تایت، یعنی ده ملودی که من نمیستم کورس ملودیش روم. آره تو میگفتی روم زوم بوم بوم بروم بروم زوم زوم، یه چیزی اینجا میگفتم. یعنی هر وقت ما آهنگ کرییت میکنیم اولش فقط یه ملودی میکنیم، مثلا دا 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 با با بو بو یه یه او 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 مثلا، بعد روش کلمه میذاریم مینویسیم. بعد سر بالا بالا و چیکا چیکا اکچولی شری بود که اینا رو نوشت، یعنی از ایدیای شری هستش، ولی اصلا از قصد نبوده که. آره دوتا چیز جدا بوده اصلا، یعنی دوتا ایده که گذاشتیم، یکی از نیکیتا دوتا همان جدا بوده و حالا دیگه شد دیگه. یعنی حتی بعد بوم بوم که چیکا چیکا بالا بالا دادیم بازم حواستون، یعنی اصلا تمرکز نکرده بودی؟ ببخشید من اصلا عادت خواستمه که بپرم وسط هم، شما ببخشید. ببین بالا بالا که گفتم سه سال پیش بود اصلا نوشته شده بود اون تیکه بالا با اسم بالا بالا. آره اصلا یه ها داشتیم میرفتیم براتیسلاوا با دوستامو و من هم اینجوری بودم بالا بالا نه یه ذره دیگه بالا 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 حالا حالا بالا این شکلی بود. بعد داشتیم عشق میکردیم، بعدش هم نیکیتا جان زحمت بوم بوم و ملودی کورسشو کشید و اونو آورد وسط و بعد از اینا من چیکا چیکا رو ساختم. سو اصلا یه تایملاین جداگونه. احتمال داره که ادامه دار باشه این دوتا دوتایی؟ روزگار میدونی اصلا ما اینقدر ماجیکال روزگار برامونه نه ولی واقعا به خدا من نخواهم واقعا. یعنی چی؟ است تقدیر. خدا خدا خواسته. خدا خواسته. اگه با یه رپر حالا یه آرتیست اینترنشنال یا و رپر فارسی میتونستین فیت بدید، یعنی دوتا آهنگ مختلف نن که جفتشون توی ترک، با کی دوست داشتی همکاری بکنی؟ دختر یا پسر؟ هر چی عشقتون. I would love to go with Nicki Minaj. چه کامبوی بشه. And ایرانی بذار فکر کنم، تو خارجی رو بگو نیکی. من که 100% ریانه، من عاشق ریانا هستم. ولی ایرانی ببین، ایرانی بچه ها خب خیلی هاشون خوبن، خیلی هم نیستن خوب، میدونی اصلا I have no idea. بعد من عاشق یک کسی شدم، عاشق اونجوری نه اشتباه نشه، عاشق صدای آره فکر کنم من همیشه اسمش اینجوری میگم ولی نمیدونم اگه اسمش رو درست میگم. چارسی چرسی اومدم تو با چکلک از من نمیخوام بگیرنم اینا کجا نقبن. Oh my god he is the future. یعنی چرسی اگه الان من اینجا میبینی بهش هم گفتم یعنی به خودش هم گفتم دمت گرم، چقدر فلوی باحالی داره، لوک باحالی داره و یه جوری رفت میکنه I found my own. یعنی it's like ببین خیلی رپرهای قدیمی ایرانی و جدیداشون هم خیلی، یعنی من بزالیتا رو خیلی دوست دارم، خلصه رو خیلی دوست دارم، یاس all this خلصه old خیلی گوگلیه ولی به نظر من چارسی is so fresh، چون واقعا حتی یک کسی که ایرانی نباشه دوست داره یعنی گوش بده، چون با ملودیاش و فلوش خیلی یه جوری اینترنشناله.
آره اتفاقا تو یکی از برنامه خودم هم بود چرسی و من بهش گفتم شخصیت آرتیستی خوبی داری، یعنی قشنگ یه آرتیست کامله، یعنی نه تنها حالا اکتشو بذاری کنار، فلوی که داره مثلا به قول تو فرش و چیز جدیدیه. یکی از مثلا پایه‌گذاره دریل هم بود توی سبک دریل توی رپ. من پیدا کردم مهراد هیدن عزیز. اوه مهراد اصلا his voice is like یکی از بهترین صدای ایران. پس شیری شد هیدن و نیکی میناش، نیکیتا شد چرسی و ریانا. بازتاب آلبومتون چطوری بود و اینکه آیا حاشیه‌ای داشت دور بر آلبوم و اونطوری که دوست داشتین از آلبوم استقبال شد؟ ببین من یکی از هستم I'm a control freak، یکی که control freak هستم. یکی هم اینه که چون من experience دارم، experience بیرانی چی میشه؟ تجربه دارم، آره، و میدونم هر وقت یه آلبوم میخواد پخش بشه چه کاره باید انجام بشه، مثلا پروموشن ماتریال اینو اینو این. ما یه کمی بدشانسی شدیم، بدشانس بودیم، یه چیزای اتفاق افتادیم وسطا که یه چیزا نتونستیم انجام بدیم. و یه چیز دیگه هم این دو سال که ما کار کردیم واقعا کرونا ما رو به فاک زد به هر شکلی، حالا میدونم همه رو به فاک زده، ولی آهنگامون خیلی، یعنی این آلبوم خیلی دیر پخش شد. این آلبوم مثلا پارسال پخش میشد، ولی چون همه چیز انقدر دیر شد، پلنینگمون دیر شد، اصلا همه چیز ببخش، اصلا ببین همدیگر رو نمیتونستیم ببینیم به کل دیگه. بله. میدونی اصلا ما آلبوممون رو با بد شروع کردیم پخش کردن که اصلا یه ترک رپیه، میخواستیم خیلی رپی تر بریم جلو و اینا. حتی بوم بوم هم مثلا اگه دقت کرده باشی یه میکسچری داره دیگه، از هم پاپ هم رپ هم رگتون و اینا. سو بیشتر آلبوم اونجوری بود و وسط کارم حالا تیممون رو یه جورای عوض، یعنی یه تیمی گرفتیم و اینا. سو یه ذره حتی سبک آلبوم این وسط عوض شد. حالا نه که بگیم راضی نبودیم، باحال بود، سبکای مختلف رو تونستیم در کنارم تجربه کنیم. ولی از یه طرفم ببین میدونی کلا میگم هر وقت هر چیزی رو بهش باور داری همون کارو بکن. وقتی این کارو نکنی، وقتی بیای انرژی دیگرم بذاری روش، خب یه شکل دیگه میشه کلا. آلبوم بازخورد خیلی خوبی داشت، اصلا کلا مردم الان چجوری بهت بگم، نه که من بگم، این چیزی که شنیدم حداقل که نیکیتا ایکس شری رو یه جوری یه برند جدید واقعا فرش میشناسن و خیلی هم سخته یه برند فرش ساختن که موفق بخواد باشه، بچرخه، تو خیابونا باشه، توی استودیوها باشه، تو باشگاه‌ها باشه، همه جا باشه. سو از اون نظر خیلی ریاکشن ها خوب بود، ولی میدونی انتظار من و نیکیتا همیشه خیلی بالاتر از اون چیزیه که انجام میشه و خیلی قرار بود بیشتر کارا رپی باشه. این نظر اصلا... منه به عنوان کسی که یعنی یه جورایی از لحظه اول بعد رو نوشتم، گفتم نیکی من ایدم اینه که من و تو بشیم دوتا دختری که مثلا بهشون میگم بعد و اون کاره که دلمون میخواد رو بکنیم. یعنی میدونی کل قضیه قرار بود این شکلی بشه و مثلا یهو چه میدونم چیکا بیا یارون بیا مثلا، یا نمیدونم دلم آره خیلی فرق داره، خیلی فانه کوله، خیلی خوش میگذره وقتی میذاریمش، خیلی مردم میشنون انرژی میگیرن و اینا. ولی میخواستیم یه ذره محکم تر باشه. حالا نمیدونم الان رسپاند خودم رو دادم یه جورایی هم بیشتر. آره نه ببین اینم یه تجربه است، یعنی واقعا دیگه در آینده ما میخوایم یه کاری انجام بدیم دیگه، اگه خودمون واقعا روش باور میکنیم لازم نیست به کسی دیگه بفرستیم بگیم نظر چیه یا این فکر میکنی اوکیه این چیه. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی هر آهنگی که این کارو کردیم نکردیم، یعنی به کسی نفرستادیم، به اپینین کسی رو نداشتیم، عالی شده. هر موقع یه کسی اومده گفته اینجوریش کنید یا الان اینو پخش کنید، اصلا آره. الان پخش نکنید، الان پخش آره. کنید، این باشه. از ترکی بوده توی آلبومتون که مثلا بعد از اینکه ریلیز کردین پشیمون باشین؟ اگه بخواین اسم ببرین؟ ببین پشیمون نه که ترک خودش خوب نباشه پشیمون شدیم، ولی به نظر من این آهنگ نباید سینگل ترک می بود، باید فقط تو آلبوم باشه. میدونی میخوام بگم؟ و اون موقع که ریلیز شد بدترین موقع بود، یعنی بعضی آهنگ ها میدونی آهنگ زمستونیه، یه آهنگ مال سامره، یه آهنگ مال بهاره. آره. و به نظر من این آهنگ اسمشو بگم شاید آره یکی دو تا سه تا شاید به نظر من یه موقع خیلی بدی ریلیز شد و اصلا
باید فقط آلبوم ترک میدید. آره و دوباره همین قضیه حرف گوش کردنه بود. حالا ببین قضیه اینه که من حالا ته دلم کلا یکی دو تا سه تا شات دوستش نداشتم، یعنی بی‌تعارف بگم دوستش ندارم. پس چرا ریلیز کردن دوست داشتی؟ من دوستش داشتم. چون نیکیتا دوستش داشت، باور میکرد که دوست داشتنیه. So respect منم. And actually your artist Mr. Mehrad Hidden said that it was a cool track. Yeah, I know. اصلا یه جورایی دنس موهای گفتم خب که گفتی اوی که شوک ساخته مهراد دیدن هم افتر خوبه. خب بذار بدیم نیکیتا هم میگه خوبه، دوستام دارن میگه خوبه. ببین اکشنی من از خیلی های حرف شنیدم، نه که دوستش نداشته باشم، میدونی وایبم خیلی بده روش، چون به قول نیکیتا خیلی بد موقع اصلا we couldn't، نتونستم اینجوری دست خودتون نبود ریلیس دیتش یه جوری نه، یعنی میگم یه آدم یه تیمی داره دیگه، بعضی ها هستن که میگن نظرشون این موقع ریلیز بشه، اینجا ریلیز بشه، اینجوری you know. درست yeah. حالا من اصلا آره ولی... تیممون تاک شیت کنم، دم تیممون هم گن، ولی آره یه سری دلایل هم بود پشتش دیگه، ولی میگم اصلا مسئله این نیست که راجع به کسی بعد بگیم، مسئله اینه که به درون اون مغز خودتون، روح خودتون، ویژن خودتون اعتماد داشته باشید واقعا برای بار هزارم. درست. ما هم به بعد همین کار خواهیم کرد. به نظرتون بهترین ترک آلبومتون کدوم؟ خودتون جفتتون خیلی باحال. بوم بوم. خیلی هم استقبال خوبی شد به نظرم. فکر کنم که بهترین استقبال از اون شد یا ترک دیگه‌ای بود. ببین بوم بوم ساییدیمش قشنگ. اون چیزی شد که باید میشد. خب من و نیکیتا دوتایی قشنگ ساختیمش، حالا نیکیتا شروع کرد یه ایده ای اومد داد و بعد دوتایی با هم ساختیمش و تمام کردیم، کلی جنگیدیم با هم دیگه، کلی داستان این کار رو بکنیم اون کار رو بکنیم. ببینیم حدوداً 6 ماه تا یه سال کل پروژه ساختش طول کشید فقط بوم بوم. خب ولی واقعا جوابی که باید میگرفت و گرفت. چرا؟ چون من میدونستم اونو باید اونجوری بکنم، اون میدونست اونو باید اون، نیکیتا میدونست اون باید اونجا اونجوری باشه. ما کردیم این کارو با جیب خودمون با همه چی. And we were like we're gonna fucking do it. And we did it. فقط داستان پرودوسر رو باید بگید. پرودوسر چند بار عوض شد؟ 4 بار. 4 تا پرودوسر داره این کار الان یه جورایی، یعنی کامل میکردن یعنی که کلا پروژه رو عوض. نه اولیه که کلا کنسل شد یه جورایی، چون اصلا نمیرسید به جایی که برمی برسه. این ایدیای ما از بیت اون شروع شد، بعد نتونست کسب آدم میگه کسبش کنه، یعنی نمیتونست کانتینیوش کنه، نتونست مچش کنه، نتونست میکس ماستر خوب بکنه. اصلا ترک خیلی ولو میشد و اینا، با اینکه ایدهش خیلی خوب بود پسره. ولی نشد. بعد دیگه عوض هی، یعنی بقیه دیگه تکمیل کردن. خب چند تا سوال چالشی بپرسم. سوال اول که اگه با هم آشنا نمیشدید ترجیح میدادید که کدوم از خواننده‌های حال حاضری که هم سبک خودتونه رو باش تیم بشید یا همکاری بکنید؟ مثلا اگه شری نبود واسه نیکیتا یا اگه نیکیتایی نبود واسه شری؟ والا واقعیتش به نظر من Nobody پس هیچ کدومتون هیچ که انتخاب نمی کنی. یعنی هیچ که هم نیست که اصلا نه فقط الان هم تو ذهنم واقعا کسی نمیاد، ولی واقعا قبل از اصلا این همکاری و این دوستی یزم، ببین من واقعا از نیکیتا خیلی اینسپایرد شدم یه تایمی از کلن زندگی ما. حالا من از سال 2014 یه جورایی دارم کار فارسی میکنم و خب تو این مارکت بودم، خیلی اومدن رفتن، خوندن نخوندن، ولی نیکیتا برای من خیلی الهام بخش، اینسپایرینگ بود در واقع. سو واسه همین واقعا میگم نمیخواستم. ولی ببین واقعا خواننده‌های دختر خوبم خیلی هستن، نمیگم باشون کار نمیکنم یا نخواهم کرد، ولی بحث تیم خیلی فرق میکنه. 100 درصد. و همون سبکه دیگه. تا حالا شده تو این دو سال با هم دعوایی بکنین؟ گفت یه اشاره کردی به دعوایی که داشتین، چون سخته دو نفر بتونن اینقدر رابطه رو خوب ببرن جلو. ما با هم صمیمیم اول. آره واقعا ما اولا خیلی با هم صمیمیم، از سر همین صمیمیت هم هست بیسیکلی. حالا نیکی جان بفرمایید که کدومو میخوای بگی، از هم میخوای بگی. آره نه ببین همین که گفتی به نظر من یه فرندشیپ، یه دوست واقعی، اگه شما با هم دعوا نکنیم واقعی نیست، چون وقت همدیگه رو نمیشناسیم. هیچ کس نمیتونه همینجوری همیشه اینجوری باشه. حرف خیلی خوبی بود. یعنی واقعا همینجوریه. بعد مثلا
من و شری خیلی رک و راستیم، هیچ کدوممون اونجوری فیک نیستیم که اگه مثلا یه شری به من یه چیزی بگه من خوشم نمیاد نمیگم عزیزم، میگم چی گفتی؟ یعنی چی؟ میدونی میخوام بگم شری هم همینجوریه. برای همون مثلا از اول یه کمی تایم یعنی وقت گذشت تا مثلا همدیگر رو میفهمیدیم. یه بار بود توی اولین بار بود ببین اولین بار که اصلا تو ترکیه نه تو اومده بودی مالمو اولش. آها اولش مالمو بود. بله اولین باری که همو دیدید دعوا شد؟ نه ولی اولین بار بود که شری اومده بود پیش من. بعد رفته بودیم کلاس رقص، بعد من تدریسه دنس تیچرم بودم، یعنی معلم رقصم بودم. بعد من از این استودنت ها داشتم که خیلی دوست دارن و یعنی توش باشم و میخوان و بلد نمیدونن که اوکی بس ساکت باشم که بفهمم داره چی اتفاق میفته. شری همش and I was like boy ساکت باش. بعد این معلمه داشت هی صحبت میکرم، اونم مثلا هی روش نگاه میکرد که اوکی take it easy اوکی. یه دفعه من اینجور شدم شری اصلا میخواستم بردارمش اینجوری اصلا ثابت نیست و همش حرف میزه همش اصلا تایم وقتم کم داشتیم. بعد میدونیم ما مثلا من واقعا استرس داشتم نه ولی اون موقع یعنی اون اولین بار بود که میخواستم شعر رو بکشم ولی 5 دقیقه بعدش I loved her again عشق و دوستی. آره شعر تو بعد اون یکی دیگر رو بگیم. آره حالا بذار بریم سر سراغ در واقع دعواهای بزرگ. بعدیش بوم بوم بود دیگه در واقع. یعنی دو سری سر بوم بوم، یه سری سر موزیک بزن نه اونجا شاکیتره نه اونجا شاکیتره اونجوری باشه. ببین اصلا بزن با کش نه من این پرودوسر رو نمیخوام بعد عوض میکردیم، بعد سره نمیدونم این که کجاشو باید اونجوری بخونیم یا کی باید بخونه یا چی باید بخونه اصلا چی بشه دوباره ببین نه دعوا که فکر کنی که مثلا من باید بخونم، نه واقعا سر این بود که اینجوری میدونی یه ترکی بود از لحظه اول من میگفتم بچه ها این ترک 5 میلیون ویو میگیره، حالا هنوز نگرفته ولی هنوز پای حرفم هستم، حالا بیشترم بعدش میگیره. ولیکن خیلی مطمئن بودم نمیخواستم خراب بشه. بعد نیکیتا میدید اینو تو من، هی بیشتر اونم ترغیب میشد هی چیزا رو بهتر کنه سر این بهتر شدن. یه بارم خونه نیکیتا بودیم با هم دیگه، داشتیم با عجله و استرس زیاد دیگه کارهای آخر بوم بوم میکردیم، ربل و خوان از این برمار اومدن داشتم برای خوششون دی بازی میکردم پدر دختر با منو نیکیتا نمیدونم اصلا سر چی بود، سر لباسا سر نمیدونم یه کاری کردن یه ها خونه رو گذاشتیم رو سرمون داد من نمیدونم. بعد هی اون داد میزد من صدا رو میبردم بالاتا اصلا یک وضعیتی هنجاره که همش هم سر بوم بوم بوده. نه باز بعدش هم بود، بعدش هم داشتیم میرفتیم استاکام دوباره سر دنس، ولی واقعا این سری من داشتم میگفتم آیا این شکلیه، ولی نیکیتا خیلی استرس داشت قاطی کرده بود و بعد اصلا گفت نه من دارم میگم من دنسرم I know how to do it and I was like yeah I'm asking and she was like no you don't listen to me and this and that و هیچی گذاشت رفت اصلا دعوای وحشتناک. بعد زنگ زد گفت من نمیام استاکهلم شو خودت برو اصلا من نمیام این شو رو. I was like چرا؟ یعنی حتی شده اصلا تا جایی که یه پروژه رو اصلا کنسل کنیم بگی اصلا گروه آقای پروژه. ببین اون موقع یه جورایی یعنی اون لحظه که همین داستان استاکهلم بود یه جوری شده بود که گفتیم آقا خب چون حالا دیگه یعنی چند ساعت بعدش گذشت آروم شدیم، ولی من اصلا یعنی جفتمون خیلی اینجوری شده بودیم what the fuck is happening خواه. بعد میخواستیم کلن کل پروژه رو دیگه ادامه ندیم مثلا سر همون دلوم دیگه بس کنیم، که بعد یه همین داستان استوریه و اینا اومد بالا دیگه من هرسی شدم گفتم بالا رو تو همین سفر میگیریم میذاریم بیرون پس این حاشیه ها باشه که دوباره برگردیم. چه جاله چه رابطه لاو هیت بهش میگن دیگه. 4 تا سوال ریز و سری میپرسم. من ژانر آهنگ بهتون میگم، دو نفرم به دو تا آپشن بهتون میگم که یکیشو انتخاب بکنین که مثلا باش فیت بدید یا اون ژانر.
اگه آهنگ پارتی داشته باشید ترجیح میدید با حسین تویی فیت بدی یا ساسی مانکن؟ ساسی مانکن. گفتتون سریع گفت. آخه ساسی خیلی هپیه. محلم نمیذاره به بقیه. منه جان دل منه. سالی آهنگ میاد میده و میره قشنگ. کاری یا چیزی نداره. هپی. اصلا شخصیتش هم خیلی باحاله. نمیشناسمش ولی اون چیزی. من ولی حالا یه تقریبا ریز میشناسم از زمانی که با حسین بنتا ساقیا و اینا رو کار میکرد. خیلی هپی اصلا. خیلی. عشق حاله. هم آهنگاش خودشن. آهنگ گنگ اگه میخواستیم بدیم با ام جی میدادی یا با حسین؟ اوه حسین. گنگ. اوه مای گاد مای رپ. اوه مای گاد مای رپ فیوچر چینج. اصلا حسین از مای فاکینگ رپ کراش. ببخشید. آقا واقعا مهرادم خیلی دوست دارم. I can't. من واقعا حسین و مهراد رو دوست دارم. ولی مهراد رو میگیم توی یه ژانرای دیگه پلیز. آره. Yes, راک توری بیشتر مثلا. Yes. آره. اگه بخوایم به یکی دیس بدیم مثلا به همون یاری که اومد آهنگتون رو داد رفت، اگه بخوایم دیسش کنیم با پیشرو دیس میکنی یا با فدایی؟ من کلا پیشرو رو دوست دارم. من فدایی رو زیاد آشنا نیستم، برای همون میگم پیشرو. پیشرو جفتتون پیشرو. نه من اصلا دیسای پیشرو رو کلا علاقه مندم به اینکه پیشرو بیاد دیس کنیم، کلا قشنگ دیس میکنه. خیلی قشنگ همه چی رو هم میدوزه. اگه بخوایم آهنگ احساسی بدین با شایعه یا با وانتونز؟ وانتونز. من وانتونز. فکر کنم یه همکاری داری با وانتونز نکیتا، درسته؟ آره. یه نکته جالبی هم که بود، من پارسال یه مصاحبه داشتم با جی جی، بعد یه سوال از این چیزا ازش پرسیدم، از چالشی‌ها، گفتم اگه بخوای با یه آرتیست بری مسافرت که تا حالا نرفتی با کی میری؟ گفت با نیکیتا. بعد نمیدونم اون ویدیو رو دیده بودی یا نه. آره گفتم اینم بگم، خیلی جالب بود. Let's travel. It's gonna be fun. 100% با جی جی خوش میگذره. این بود از سوال من. اگه سخنی حرفی دارید بگید. من فقط میخوام بگم I love your show. You're amazing. دمت گرم. مرسی که ما رو دعوت کردین. دمت گرم که اومدید. Keep on doing your amazing job. خیلی ممنون. دمتون گرم بچه‌ها. بچه‌ها چنل یوتیوب داری نیکیتا تو؟ Yes. ولی هنوز زیاد فعالیت دارم دیگه. فعالیت نکنه ولی به زودی ولاگ خفن. ولی there is Nikita X Sherry هم ها. ولی Nikita X Sherry. ولی آره من یه یوتیوب چنل دارم. شری هم یه یوتیوب چنل داره که خیلی الان اونم بعد ازش صحبت کنی. شری about your vocal coaching. ولی حتما Nikita X Sherry رو دنبال کنین. How do you say? Subscribe. And mom به زودی یه چیزای فان و باحال میذاری. شری تو هم میخوای راجع به اون کاری که داری چنلت میکنی بگو که بعد. والا خیلی کوتاه، یه آکادمی آوازیه که از تجربه های دانشگاه و آکادمیکی که حالا خودم داشتم و به علاوه بروز رسانیه، حالا چیزایی که برای وکال خوبه بچه ها یاد بگیرن و دسترسی نداشتن یا اصلا داشتن میخوان فارسی یاد بگیرن و گذاشتم تو چنل. حالا تا جایی هم که بشه ادامهش میدم تا ببینیم چی میشه. یه خورده حالا دوست دارم چنل خودم هم بیشتر فوکس کنم رو موزیک و اینا، ولی حالا یه تایمی که در واقع پروژکت نیکیتا ایکس شری رو باش هستیم فعلا گفتم یه کاری کرده باشم. خیلی هم خفن. آکادمی شما بچه ایدم خیلی قشنگ حرفه‌ای توضیح میده که چطوری میتونین در واقع حس موسیقیاییتون رو بهتر بکنید. هم چنل نیکیتا ایکس شری، هم شری، هم نیکیتا رو میذارم توی دیسکریپشن، حتما ویدیو سابسکرایب بکنید. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. فعلا ریو اکتیوی ترم از ماری کوری واسه ما نگیر، تو سیست هالی وودی تلنتت اینه که داری گوچی. آره دوبار تو هم هالی وودی، هفتش جم کنی حواست تو، از الان بشین پلن فرار تو، چاقا در نیارت سی و بازی سی هم میشی میگیم شهر به تو جل من تو نگاه فلو عوض کنم فلو بازی میشی له و لفرد.